درود بر شما به چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ششم بهمن ماه از رادیو بی بی سی در لندن خوش آمدید. داریوش رجبیان هستم. همین ساعت پیش پس از انجام انتخابات سراسری در یونان اعلام شد که حزب دست چپی سیریزا، حزبی که با سیاست ریاضت اقتصادی میانه خوبی ندارد، برنده شده. ولی هنوز روشن نشده که آیا تعداد کرسی‌های این حزب در مجلس یونان به حدی هست که بتواند به تنهایی حکومت کند یا مجبور به ایجاد ائتلاف خواهد شد. رهبر حزب سیریزا به هوادارانش در آتن پایتخت یونان گفت که اولیگارشی یا اشراف احزاب تثبیت شده یونان در این انتخابات باختند. او گفت که سیاست ریاضت انتخاباتی دولت قبلی به پایان خود رسیده و اینکه می‌خواهد با بستانکاران کشورش در مورد بازپرداخت بدهی‌های یونان به توافقی جدید برسد. حزب سیریزا با استقبال از نتایج انتخابات آن را بازگشت به عزت و عدالت اجتماعی توصیف کرده. بنا به برنامه‌ای که رهبر سیریزا در کارزار انتخاباتی پیشنهاد کرد، قرار است چگونه این عزت و عدالت اجتماعی برقرار شود؟ این پرسش را با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در میان گذاشتم. بله، این پرسش خب خیلی مهمیه، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای مردم یونان بیشتر از همه. تا هفته پیش بعد انتخابات این بود که یونان رو از سیستم یورو میکشه بیرون و اگر بدهی های یونان مقدار زیادیش بخشیده نشه و در راستای این برنامه ریاضتی رو به پایان میرسونه و این بیشتر بر این پایه بود که بیکاری در یونان الان بالای 28% و در بین جوانان 50% و واقعا یک بحران بسیار عمیقی مردم یونان رو داشت اثر میذاشت. اما در این یک هفته ایشون خیلی صحبتش رو ملایم‌تر کرده و الان تمرکزش حتی در این امروز که ما داریم صحبت میکنیم بر روی این بوده که وارد گفتگو با طلبکاران یونان در مرحله اول اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و صندوق بین‌الملل پول و کنسرسیوم بانک‌های خصوصی که به یونان وام دادن و در این راستا از اونها خواهد خواست که در مقابل تضمینی که دولت جدید میده یک درصدی از این بدهی ها رو ببخشن. در حقیقت یک مقدار قابل توجهی پیام پیروزی انتخابات ایشون خیلی ملایمتر و مسالمت جویانه تره، ولی زیرپایه اون عوض نشده که اینکه مردم یونان توانایی اینو ندارن که تمامی این بدهی رو بازپرداخت بکنن. ولی یونان با وجود 240 میلیارد یورویی که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده همچنان در مضیقه اقتصادیه و ریاضت اقتصادی ظاهرا نتونسته مثلا نرخ بیکاری رو که بهش اشاره کردین کاهش بده که در رده سنی 25 تا 35 سال به حدود 50% میرسه. با توجه به این وضعیت شاید عجیب نباشه که سیریزا با وعده پشت کردن به ریاضت اقتصادی پیروز بشه، نه؟ بله، این درسته. من تصور میکنم این مشاهده شما رو من یک کمی هم اضافه میکنم که یونان 80 میلیارد یورو هم به بانک‌های خصوصی بدهکاره، یعنی کل بدهی یونان بیش از 320 میلیارده و این اگه ما بذاریم کنار همین 50% بیکاری جوانان یونان، باید از خودمون بپرسیم که این بدهی رو از مالیات از کدوم افراد ما خواهیم گرفت، زمانی که نصف نیروی جوان کشور بیکاره. و این یکی ما رو بیشتر هم میبره جلو که نخست وزیر جدید یونان میده. این تمام هم شعار سیاسی نیست، یک مقدار قابل توجه، این واقعا بر مبنای داده های مبتنی بر توانایی های اقتصادی یونانه و ما اگر این انتظار داشته باشیم که یونان در مثلا اون پنجره زمانی 8 تا 12 سال که صحبت میشد تمام این بدهی ها رو پس بده، کمر اقتصاد رو خواهد کشید و من تصور میکنم حتی شورش های اجتماعی در پی خواهد داشت. در امشب زمانیه که تمامی اتحادیه اروپا با دقت نگاه کنن و سعی کنن که مواضع مردم یونان رو در سطح همه چیز در نظر بگیرن. و شاید به خاطر همینی که آقای تسیپراس صحبت از تغییر شرایط بازپرداخت بدهی های یونان میکنه. برنامه سیریزا برای پایان دادن به ریاضت اقتصادی و همینطور تغییر شرایط بازپرداخت بدهی های یونان باعث ایجاد نگرانی اتحادیه اروپا شده نسبت به آینده پول واحد اروپا. این برنامه ها چه تأثیری به نظر شما به حضور یونان در حوزه یورو و در کل خود حوزه یورو خواهد داشت؟
اگر نقطه شروع این باشه که ما قسمت قابل توجهی از این بدهی ها رو پس نخواهیم داد، چون نمیتونیم یا نمیخوایم مردم بیشتر از این زیر فشار برن، در صدر همه آلمان به شدت مقاومت خواهد کرد، چنان که الان هم گفتن، و دو سه کشور شمالی اروپای دیگه هم اینها هم بسیار ناراضی خواهند بود و مقاومت خواهند کرد، چون این مسئله فقط مسئله یونان نیست که ما این بدهی ها رو ببخشیم. ما باید یاد داشته باشیم که رقم های بسیار قابل توجهی هم بدهی های اسپانیا و پرتغال و ایرلند و ایتالیا هست، و اگر اینجا این بدهی ها بخشیده بشه، اون وقت اونها هم ممکن این انتظارات داشته باشن. با بعضی از ساکنان فارسی زبان یونان هم گفتگوی داشتیم درباره شرایط زندگی در اون کشور و نگاهشان به آینده. حدود 13 سال اینجا، بعدش هم تو یک بیمارستان کار میکنم. فکر کنم من 1500-600 حقوق داشتم، الان حقوقم رسیده به 900، و این دکترایی که داخل بیمارستان بودن تا 2000-2500 تا حقوق داشتن، الان رسیدن به 1100، و همشون هم اکثرشون بگم خونه داشتن، وام گرفته بودن. مثلا یه دوستان یه خونه داشتن گرفته بودن از بانک، 130,000 خورده یورو اینو خریده بود که ماهانه نزدیک 900 یورو این قسطش میداد به بانک. الان نمیتونه بده اصلا اون قسط، رو دیگه حقوقش رسیده به 1100 یورو. بعدش این خونه شو هم بانک نمیگیره، میخواد خونه رو بده، بانک میگه ما میگیریم ولی 40,000 یورو. شما فکر کنید قیمت خونه هم اینجوری پایین اومده. بعدش دیگه هیچ چاره نیست جز این که منتظر یک تنظیمات جدید روی میگن حکومت جدید، همه توی اونو میگه حکومت جدید روی کار بیاد و بعضی تنظیمات روی واما وجود بیاد. این داستان از حدود 5 سال پیش که شروع شد، کم کم این ریاضت های اقتصادی درآمد های جامعه رو تقلیل داد، به خصوص بخش هایی که بالای 40 سال بودن، مقدار زیادی از حقوقشون کسر شد. من الان بازنشسته هستم، ولی خب درآمد من به خانومم حدود 45% پایین اومده در از این 3 سال گذشته. به علاوه اون مالیات هایی که میدادیم حدود 8 برابر شده در مورد بعضی موارد، و این تفاوت تمام اون پسندازی رو که در از این چند ساله جمع میکنن افرادی مثل من طبقه متوسط تا بتونن زندگیشون رو بعد از بازنشستگی بگذرونن تحلیل رفته. حالا من مسئله موافقت و مخالفت نیست، مسئله این که تغییر در شرایط کنونی لازمه. سیاست‌های احزاب گذشته که با هم به طور اشتراکی حکومت رو تشکیل داده بودند ثابت کرده که راه حلی برای یونان نداره، و راه حلش رو باید در یه شرایط مشترک جدید با اروپا مذاکره کرد و پیدا کرد، و این مذاکره رو این احزاب گذشته نمیتونستن انجام بدن یا نمیخواستن به هر حال. ولی حزب سوسیالیست جدید لااقل تعهدش اینه که بشینه و مذاکره بکنه و راه حل مناسبتر معقولتری پیدا بکنه تا بتونه این بحران اقتصادی و این ریاضت ها به نحوی حل بشه. در هر موردی یه تغییری ما انجام داریم برای سیف کردن پول تا بتونیم ادامه بدیم، در هر شکلی، در هر زمان، حتی خرید لباس، حتی طرز بیرون رفتن، معیشت زندگی، و این باعث میشه که دو مردم از رو ببرن به دولت‌های چپ. من در نهایت فکر نمی‌کنم تغییرات عمده‌ای بشه، به خاطر اینکه تغییرات عمده رو معمولاً دولت‌ها میگن، مثلا مثل آلمان که اینها چون پرداخت میکنن اونجا هست که اونها تصمیم میگیرن، پس بنابراین تصمیم یونان خیلی کمتر میتونه شدت جدی داشته باشه.